سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان شهروندان کابل میگویند با نبود برق زندگی دیگر برای آنان تحمل ناپذیر شده است در همین حال شرکت برشنا میگوید مشکل برق تا زمانی حل نمی شود که نیروهای امنیتی در بغلان در بغلان مخالفان مسئله دولت را تصفیه نکنند شبکه اجتماعی لینک ان پیش بینی می در سه ماهه اول سال 2016 به حجم کلی فروش مدل 820 میلیون دلار به دست آید. میزان فروش این شبکه در کل سال جاری میلادی 3 میلیارد و 600 میلیون دلار پیش بینی شده که ارزیابی که از ارزیابی های کارشناسان با است. کندی روند رشد فعالیت‌های لینک لینکد در قاره‌های قاره آسیا و اروپا عامل اصلی این بدبینی در بیلان مالی این شبکه اجتماعی است تعداد کاربران لینک این بر رقم 414 میلیون نفر رسیده که در بازه زمانی یک ساله رشد مدل 19 درصدی داشته است اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا میگوید که ناامنی ها از مشکل های اصلی بر سر رای سرمایه گذاری در کشور است. رئیس اداره آیسا می گوید که از, سال، از یک سال به این سو میزان سرمایه گذاری در افغانستان سیر نزولی داشته است و سطح سرمایه گذاری در سال جاری نسبت به سال قبل آن سی درصد کاهش یافته است و برای بحث بیشتر امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل و همچنان وزیر پیشین وزارت تجارت اینجا با ما هستن و آقای فرنگ خیلی خوش آمدیم تشکر آقای فرهنگی که در یه آخر سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده شما دلیلش در چی میبینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام به شما و بینندگان محترم فکر نمی کنم که کاهش سرمایه گذاری تنها منود به مثال باشه از مدت به ایسو از چندین سال به ایسو سرمایه گذاری مخصوصا سرمایه گزاری خصوصی در افغانستان رو به کاهش است و ای ای یک شکل مزمنه به خود گرفته خب جناب رئیس اداره ایسا یکی از عوامل زیری که برات از امنی باشه من. او رو بیان کردن این رو کل ما که در کشوری که نامنی و امنیت, امنیت و اینا باشه در اونجا سرمایه گذاری سرمایه گذار حاضر نمیشه با سانی که سرمایه خود را ای ریسک قبول کنه و سرمایه گذاری کنه این یک حالت عمومی است اما از طرف دیگه عوامل دیگه هم وجود داره که باعث دلسردی سرمایه گذار خارجی و داخلی در افغانستان شده او عبارت از عدم مسئولیت قانونی در سرمایه گذاری است سرمایه گذار وقتی که حاضر میشه که در جای سرمایه گذاری کنه در پالوی امنیت فیزیکی مسئله مسئولیت قانونی برش مهم است که سرمایش باید است که در مورد دسپورت قرار نگیره و در پالوی ازی و ای ایجاب نمیکنه که اساسا قوانینه که محفوظ نگاه کنه اون نگاه کنه سرمایه گذاری این موجود باشه که تا عالی را در افغانستان متاسفانه تمامی قوانین تکمیل نشده دوم چیزی که بسیار مهم است ایست که سرمایه گذار وقتی که ریسک سرمایه گذاری قبول میکنه همیشه یک سنجش پیش خود داره در جای سرمایه گذاری میکنه که اونجا برش مفاد بیایه سرمایه گذار تاجر و انفس های دیگه اقتصادی چه بخش دولت باشه که سکتور دولتی باشه که به قسم اقتصادی کار میکنه یا سکتور خصوصی که به قسم آزاد کار میکنن اینا همیشه توقع مفاد دارن که اگر ضرر میکنن او بگه پلایده است اما سرمایه گذاری رو به منظور به دستاوردن مفاد میکنن اینا در جایی که مصرف سرمایه گذاری یعنی تکت پولی که برای عقص سرمایه توسط قرض از بانک ها میته خود سرمایه گذار باید است که به مراتب پایین از حاصل باشه که از سرمایه گذاری به دست میاره تفاوت از اون مفادش میشه با دادن مالی دولت و تمام مصارفات است اینا رو میکشه اگر یک فیصدی به مفادش ماند سرمایه گذاری میکنه و اگر نه نماند سرمایه گذار مخصوصا در اقتصاد آزاد اقتصاد بازار و میتونه خودش انتخاب بله. کنه کجا سرمایه گذاری شما قبلا از قوانین یاد کردین این قوانین چی زمان ایجاد خواهد شد خب یک قوانین در وقتی که من وزیر تجارت بودم یک سلسله در مو ام اگر به یاد شما باشه یک 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 استراتژی انکشاف ملی افغانستان ساخته شد در اونجا در اون مارک ها یا وظایفی که بر تمام وزارت ها چه در سایه امنیت، چه در سایه و چه در سایه دولتداری ظاهر شد در قسمت اقتصادی بر تمام وزارت های امور اقتصادی یک سلسله بینج مارک ها یا وظایف را سپردند که در مو وقت باید, باید 13 قانون که تجارت و سرمایه گذاری خصوصی را در افغانستان تضمین میکرد و به اصلاح میکرد در قسمت رقابت آزاد سوء استفاده از قوانین از بین بردن کارتل ها یا انحصارات و غیره و کلی زیاد بود این قوانین دو موقع تکمیل شدن اما ما بیاد دارم که یک سلسله قوانین که مستقیما به به منافع یک تعداد اشخاصی که اونا زورمند بودن چی در پارلمان جای داشتن نه در حکومت جای داشتن اما در سکتور خصوصی هم فعال بودن شرکت ها داشتن واردات داشتن صادرات داشتن تیل وارد میکند به منافع از ناچون برمیخورد بعضی متون قانونی در بین دولت و پارلمان مفقود لسر شد آه اصلا اون مرای حال کردنتونست چرا این قوانین تا حال ساده نشده و هنوز هم که میبینیم به شکل مغلقش باقی ماند. که اقتصاد افغانستان یک خصوصیت داره او خصوصیت که همو کسایی که در سایه سیاست یک قسمتشان بسیار دخیل هستند و قدرت دارن. اونا هم در سکتور خصوصی فعالیت های اقتصادی دارن. ولی آزا مانع از دو تا قوانین میشن که مفاد ولو غیر مشروع از اونها را مقابلش کدام صد یا مانع ایجاد کنه یکی است و دومی چیز که دولت ها متاسفانه در افغانستان حکومات ضعیف بودن. حکومت ها نتانستند که قانونی را که وضع میشه قانون در مقابلش هر باشنده مملکت مکلفیت داره که مراعات کنه اما حکومت نتانستند که امی قوانینی را که اصلاح میکرد وضع اقتصادی افغانستان و واقعا به مسیر و مجرای درست قرار میداد امی را درست تطبیق یعنی بکنن. قانون ساخته میشه اما کننده کنندهش حکومت است. وزارتخانه است این است آقای فرهنگ در گذشته ها شما چی فکر میکنید که شما نقطه ضعف در کجا میبینید چی باید میشد خب، که تا حال نشد نقطه ضعف ما در کل در دو چیز میبینم یکی مثل که من اشاره کردم عدم توانایی یا حتی در بعض موارد عدم عدم اراده تطبیق قانون در کشوری که قانون ولو قانونی که باشه تطبیق نشه حاکمیت قانون نمی آید وقتی حاکمیت قانون نامد در اونجا باز زورمند، زوراور، مامور دولت نماینده پارلمان، تفنگدار، هر کسی که شما بگوید خب این فرهنگ در گذاشته بیشتر نتوانی در کجا دیدم میشود؟ شما چی فکر میکنید؟ خب امیر بر شما تاشی میکنم که یکی عدم رعایت قانون بود که هیچ کس پیش قانون نمیگشت قانون به جای خود میماند اما هر کس رای خود پیش میگرفت چی فکر میکنید که در آینده چقدر تطبیق خواهد شد خب من این نکته دوم بگویم آفا. که یکی دیگه یک خلای دیگه عبارت از که قانون وقتی که پاس میشه این دولت خود قانون اعلان میکنه اما هر فردی که در مملکت باشندیش هست و تابعیت داره اینمی یقیده و ایمان پیدا کنه که اینمی قانون نه سرما یک قوه مشروع تعمیل آورده باید از مزی پیروی کنیم یعنی از هر دو طرفی توی موجود بوده ایناله شما به سوال دیگه شما به جواب شما میپردازم تا وقتی که حکومت یک حکومت قوی نباشه قوی به معنای ازمینه که دیکتاتوری باشه برد. ظلم و ستم و فشار باشه نه یک حکومت قوی که مدیریت قوی داشته باشه و بتانه که امو یعنی کارهای خود را که برای بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه است او بالای مردم یعنی تدبیق نکنه این حالت باقی میمانه حکومت یک منصور ضعیف میمانه و کسان دیگه که به مفاد شخصی خود منافع شخصی کار میکنن اونا دست بالا می داشته باشن و حتی حکومت رو برای امیال خود استخدام میکنن متاسفانه امروز در افغانستان ما به میالت تا اندازه زیادی مواجه هستیم آقای فرهنگ وزیر مالیه میگه که در ماه امسال اواید خوب تانستیم کنیم چی فکر میکنید که اواید که از منابع مختلف امسال جمع شده مثلا از کرتای های درصدی موبایل است و منابع مختلف است در وضعیت کنونی چقدر میتونه قابل قبول باشه خب در هر کشور کسانی که از نقطه نظر تیوری مالی مکلفیت تادیه مالیات دارن این یک وجیبه یک وظیفه است که بر دولت مالیات تادیه بکنند. ولی در از مالیه جرم است بله به ذات خود. و در دیگه دنیا یک جرم بسیار کلان است در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است یکی جناب وزیر سر مالیه گفتند که معایدات دولت بلند رفته خوش میشه معایدات دولت بلند برای از که اما دولت استحکام پیدا میکنه اما عدالت اجتماعی و عدالت مالیاتی هم یک اصل است که باید است که هوایده را در جای بلند ببرند که اونجا عادلانه باشه اینطور نشه که یک بخش از مردمی که اونا مالیات زیاد باید از نظر به وزن فشاری که وارد میکنند مالیه فرار میکنند اما مالیه را طبقات غریب و بیچاره میتن این باز عدالت اجتماعی و عدالت قانونی و مالیاتی چی نمیشه تطبیق نمیشه اینا اگر واقعا عواید دولتی افغانستان از راهی مشروع گرفته باشه مثلا مالیات بر عایدات به ذات خود یک بله. مالیه است که یک تاثیر توضیح کننده مجدد آیده داره از کسانی که آیدات بسیار بلند دارن فیصدی زیاد گرفته میشه و اونو پولی گرفته شد به نفع کسانی که دارای آیدات بسیار کم هستن استف... خرچ بشه که عدالت اجتماعی برقرار شود اینی چیزها رو باید در افغانستان به هر ترتیبی که بشه عملی کنند آقای فرهنگ چقدر در جمعوری اوایت او 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 چی فکر میکنید که شفافیت وجود داره و چرا بیشتر نقص همیش مردم غریب و بیچاره میکنن چی فکر میکنید من فکر میکنم که موضوع فساد خودش به ذات خود ای سوال حل میکنه امی من برای شما یقین میتونم که اگر شفافیت و دلسوزی و صداقت وجود داشته باشه عوایدی که دولت به دست آورده میتونه به اون پیمانی می که بودجه قسمت اعظم بودجه افغانستان را تامین بکنه اما متاسفانه چون در تمام مراحل مختلفی که مالیات محصولات و غیر عوایدی که دولت باید به دست بیاره فروش املاک دولتی که هم یک منبع عایداتی بر دولت شده میتونه اینمی در مراحل مختلفه مورد دستبرد قرار میگیره و چیزی که به بودجه دولت میرسه بسیار کم است در حالی که دیگه, دیگه داریم یا فرار از از, از تادیه مالیات با. ما همیاد ما میشناسیم بسیاری شرکت های کلان که به دست کسانی هستن که یک پول مالیه نمیتن اما یک مامور بیچاره ای که یک معاید محدود داره از او 5 فیصد یا ده فیصد, ده فیصد چی باید شود که فساد کمتر شود و یا کلا دامن فساد, فساد یک پدیده است که در بسیاری کشورها بوده در هر کشور وجود داره به در مختلف این در هیچ کشور به کلی کس از بردن اما نویتن. فکر نمیکنید که با در افغانستان خیلی دلتن. زیاد هست ما شما دیدیم که افغانستان از طرف پایین درجه دوم شد مل. یا پایین ترین صد که زیادترین فساد است این حال فساد وقتی از بین میره که اخلاق اجتماعی واقعا اصلاح شود و کس کسی ایره ما شما میفهمید که رشوت دهنده و رشوت گیرنده اردوشان مجرم هستند یعنی اردو باید از مورد چی پیگرد قانونی قرار بگیرد یک طرف نه دوم این مربوط به سطح عمومی زندگانی مردم میشه اگر سطح عمومی زندگی مردم بلند بره معاشات و عایداتشون بلند بره باز یک تعداد زیادی از فساد خود کنار میکشد اما به کلی اما یک تعداد در هر جامعه تا امریکا و اروپا هستند که اونا به پیمان بسیار کلان فساد ها. انجام میتن اونجا هم است اما هر که امی امی کتله کلانی که در فساد آغوش هستن اینی می مهار شوه ما یقین دارم که عواید دولت بسیار زیاد بلند میره و به مجرای صحیح خود به مصرف میرسه آقای فرهنگ چی باید شوه به خاطر از بین بردن فساد من فکر میکنم آغاز... که در افغانستان به ارتباط افغانستان یکی هم ما می تانیم که از کشورهای افریقایی یک وقتی که باز کشورهای جنوب شرق آسیا باز کشورهای افریقایی در سطح بلند فساد اداری داشتن امروز خود اصلاح کردن دانستن که بسیار چیزا کنند از اونا بیاموزیم همین مؤسسات یا نهادهای متعددی در پالوی هم قرار دارند که مبارزه میکنن علیه فساد اداری اما مانع کار یک دیگر میشن تعدد خود می اداره ها استکاکات به وجود میاره وقتی که استکاکات به وجود آمد خود به خود فساد نه تنها مهار نمیشه بلکه تقویه میشه از داخل خودش یک پیدا میکنه خود تقویه میکنه ایره باید از بین ببرند یکی دو اداره بسیار قوی باشه که اینا مثلا فساد اداری را پشت جدی بگیرند و از تعدد این نهادها که یکی مانی کار دیگه میشن از جلوگیری کنند نقطه دوم اخلاق اجتماعی است باید است که در مبارزه علیه فساد اداری از نگاه روحی یک کمپاین بسیار کلان سرتاسری صورت بگیره و این رسانه ها هم یک قسمت از دا رسالت دارند که باید هر ما فضل خدا پیدا چه پنج روز باید از همین رسانه های ها ایر تبلیغ کنند برای مردم بفهمانند این نظر که دید. شما یادآور شده این چقدر روی از این واقعا تمرکز شده در این چندین سال والا متاسفانه نشده متاسفانه نشده برای که در حال بسیاری حالات ما شما می‌بینیم مثلا من یک مثال بسیار سادیش برای شما میگم که مسئله شیرپور بود نه سالها قبلی ده سال قبل توضیح شد و او یک فساد اداری بسیار کلان بود کلی رفتن به شمور مامورین و اعضای کابینه افغانستان در اونجا بر خود زمین گرفتن به قیمتی که قیمت زمین ده چند بلند بود اما خودشان چون هم زمین می دادن و هم زمین می گرفتن و قیمت رو به اندازه پایان آوردن که مثل کار ما شاره. اما در این زمان همون پول تا به امروز یک تعداد زیادشون تادیه نکردن نه تنها یک 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 یک, بسیار کار خراب به تاریخ افغانستان بود یک بدنامی و لکر به خود کمایی کردن بلکه تا به امروز همون همو آید دولت یا بیت المال که باید تادیه می تا امروز قیمت پایین هم قیمت پایینی را کارده بودن که یک سلس قیمت بازار بود اما کسایی که خود گرفتن خود قیمت رو تعیین کردن تا اینا تادیه نکردند من یک مثال آوردم میره به مو... به می ترتیب در بس موارد ما مثال آورده میتونیم کی کار صورت گرفته با دو اونجا یک نفر را که هیچ چیز نکرده بود دور پشت شوار داشتن یک نفر دیگه که در قدرت اون بودن و امی کارا را کردن اونا رو تا به امروز کسی چیزی گفته نمیتونه تنها اداره سارن به لوی ولی روان کرده اما کلی از اونها غیب اما این روند تا حالا میبینیم که ادامه داره شما رای حل در کجا میبینین چه باید شود؟ رای حل اصلاحات اصلاحات اما این اصلاحات چی زمانی به وجود خواهد آمان. نمی آید ما،, شما مثال همی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رو داریم یک سال از یک و نیم سال دست می یک اصلاحات انتخاباتی رو به وجود داردن نمی تارن. پس جنجال هاست برای از منافع فردی دخیل میشه. اصلاحات اگر بیارن ما به یاد دارم در وقتی که ما تحصیل میکردم در آلمان اوضاع اقتصادی آلمان به رحم خورد دولت آلمان فورا یک قانون به نام قانون استقرار وضع اقتصادی آلمان به ظرف یک ماه پاس کردن و تطبیق کردن فورا وضع اقتصادی رو مهار کردن به زیر کنترل آوردند در افغانستان سالها در هر موضوع یک کمیسیون ساخته میشه که اصلاحات بیاره اما اون کمیسیون خودش یک قدر در جنجال مفته که اصلاحات کنار میمانه کمیسیون در مابین خود میزنند امیال امی مسائل مسائل چی شما بسیار زیاد داریم اگر اصلاحات از روی نیت پاک با قاطعیت و مطابق به قانون صورت بگیره ما هم یک جامعه هستیم یک کشور هستیم چرا خود نتونیم اصلاح کنیم مثل دیگه کشورها واری بله. پس معلوم میشه که نقیصه های وجود داره که هیچ کس جرات نمیکنه که این نقیصه ها را کنار کنه و به طرف شفافیت بره این نقیصه ها بیشتر از طرف کی هست؟ هم از طرف مردم است، هم از طرف دولت است، هم از طرف سکتور خصوصی است، هم از طرف سکتور عام است کل با هم دست میتن، یکی دیگر متمم قرار میتن این حال ایجاب یک اراده قوی، یک حکومت قوی و اشخاص قوی رو میکنه که متاسفانه از آغاز از نقطه بالایی تا پایینی بسیار کم اترکس ها پیدا میشن که همین یعنی آقای فرهنگ حرفای شما باشن. این است که ما تا حال نتوانستیم یک حکومت قوی داشته هیچ یه خاصی کشورهای جهان سوم از من بارها گفتیم میتونه که در رأس حکومت یک دیکتاتور باشه یا یک کسی باشه مثل که آقای غنی میگه مش به سر میز بزنه قارشا و دو بزنه دیگه کنه فایده نداره او به مجرد که این کار در پایین تر آمد چون این فساد است اما اراده قوی در نفس حکومت توسط خیشخوری و توسط ارتباطات قومی و منطقی و سمتی و زبانی و دیگه ضعیف میشه و در نتیجه بلکل حالا در نتیجهش معکوس میشه بله باید است که تمام دستگاه اداری اقتصادی اجتماعی افغانستان یک تکان بخوره و اصلاحات بیاید. تا غیر از از بالا هزار رو که بکنن در بیرون در حتی همو اوامر در اتاق سکرترش خونسا میشه آقای فرهنگ چی فکر میکنید افراد اشخاصی که فعلا در وزارت های سکتوری مقرر هستند یا فعلا ایفای وظیفه میکنند اونها چقدر از وضعیت اقتصادی فیلی با خبر هستند و واقعا چقدر نامیتن خب مسلکی پیشگویی کنم من از نحوه کارشان خبر ندارم نه هم اطلاعات زیاد نمیتن میشنویم به تلویزیون ها که نیوی نی, 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 نی پروژه رو ما روی دست داریم ما در وانسان متاسفانه میشه ما در اون مرحله وعده دادن بند ماندیم در سایه عملی ندیدیم مثلا جلال معاب رئیس جمهور جمهوری فعلی افغانستان در, در وقت مبارزات انتخاباتی گفت که من یک میلیون محل کار ایجاد میکنم یک میلیون محل کار ایجاد کردن اما با به صدا میلیارد دلار سرمایه گذاری اما یک میلیون کار فکر نمیکنید آقای شده نشده هیچ چیز نشده اما وقت به سرعت میگذره تقریبا دو سال از انتخابات گذشت اما آقای چی فکر میکنید که چرا همیشه وعده ها باید روی کاغذ باشه چرا یک خب، اونها عملی نیست است که یه قا... قایی قاعده است در ممالک پیشرفته ای وعده ها رو میتونه عملی نشود سر زندگی مردم سیاست تاثیر نداره چرا کارهایشون مثلا صورت گرفت ولی مردم دارن, دارن باورشون افغانستان گفتم ولی. وعده به برزی میتن که رعارا رو بر خود جمع کنند. از احساسات و مردم استفاده کنند. در کشورهایی که مونده مردم بسیار زود باورمند میشن و همون بسیار زود مایوس میشن این حال وقتی که وعده به وعده رسیدگی نشد وفا نشد مردم بدبین میشن اعتماد بین ملت و حکومت از بین میره و این بدترین حالت است که یک جامعه بیایه که اعتماد بین توده های ملت و رهبریت از بین گرفت هیچ چیز هیچ کاری صورت نمیگیره اما چی فکر میکنید که این اعتماد تا چه حد باقی هست تا حال ما فکر میکنیم که این اعتماد اگر یک اندازی به وجود موجود است اگر حکومت خود تکان نده و دست به یک سلسله تکان های جدی اصلاحات در قسمت اقتصاد جامعه سیاست و غیره نزنه یعنی اعتماد کمی هم که مانده متاسفانه از بین میره و یک نوع انارشیزم عمومی در وانستان خاطر آمد این گناه ملت نیست هیچ کس نمیخواهی که از روی تشدد و از رای شدت پیش بیاید کل میخواین که مسائل مسالمت آمیز حل کنیم کل با هم دست بتیم این یک مکلفیت وجدانی اخلاقی و ملی هر فرد و هر شهروند افغانستان است حالا آقای فرهنگ میایم روی اینکه سرمایه گذاری در این اواخر کاهش پیدا کرده دلیلش شما هم گفتین فعلا کسانی که سرمایه گذاری میکنن 36 یا 37 امضا را باید انجام بدن بله. که یکی از مشکلات عمده هست در, در حالی که کشور پاکستان و ایران خیلی زمینه های خوبه برای بازرگانان بله. ایجاد کرده بله. کنا میتونن که در خود افغانستان و در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری فکر نمی که این یک مشکل عمده هست برای بازرگانان این خامو بیروکراسی بسیار خراب افغانستان است که هیچ کسی رسلا نکرد بر اول همین سیستم مرکزیت وجود داره که شما هیچ کار کوچک کردن نمیتونید تا تمام سلسله مراتب رو طی نکنه تا پیشمان رئیس جمهور یا خود رئیس جمهور نره <تصفح> که از نداره دوم خود آقای اشرف غنی وقتی که آمد یک اندازه مرکزیت تقویه کرد هر چیز پیش خود گرفت گفت که من باید استاس بین بگیریم خب از روی ازی تجربه گفته باشه که در مقامات پایینتر بسیار فساد است و خودم به ایده زندگی کنم اما این در این زمان بیروکراسی رو بسیار شما خودتون گفتین که برای یک سرمایه یا یک کس دیگه هر کاری رو که انجام بده یک کار خوب هم باشه برای زی که امر اجرای کار رو دست بیاره باید از چندی اداره رو تایی کنه و یه خودش فساد با این فساد اداری بالا میبره برای زی که در هر اداره که میره که یک امزار رو بگیره او اول میگه برو فردا بیا پس فردا بیا سر خود این تیر شده باز میفهمم ما یک روز یک رو نفر یک کاری بسیار عادی بود که باید اجرا کنه قانونی بود هر وقت که میز خود باز و بسته میکرد آخه من حیران میگم چرا اجرا نمیکنن یک کسی که ده گوش بگو گوی گو گو باز بسته کردن ما نمیزی میگه که یک چیزی پرت رو به اینجا <تصفح> که من یک امضای عادی رو برات بکنم این نمی در مراحل مختلف اداره کی باشه که خود به خود فساد بره و مانع کار میشه که به مثل زهر برای پیشرفت مملکت تاثیر داره <تصفح> 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 آقای فرهنگ در پایان برنامه هستیم و میخوایم که ما هم حرف های شما را داشته باشیم ای که اقتصاد افغانستان تقویت شود و بازرگانان بتونن راحت سرمایه گذاری کنن سرمایه گذاران در افغانستان و هم سرمایه فرار نکنه از افغانستان به بیرون خصوصا در این اواخر می که سرمایه ها فرار کرد از افغانستان و فعلا فعلا هم همونطور جریان داره حرف های شما را میخواهیم این رابطه هم داشته باشیم ببینیم بی که نظر شما چی هست من فکر که اقتصاد مبارزه با رکود اقتصادی و کشیدن یک جامعه از رکود اقتصادی که الان به اون مواجه است بله. داره اکسلسا و اقتصاد به اختیار دولت گذاشته یکی از اینا سرمایه گذاری های مستقلی اوتونوم میگن که دولت در بعضی بخش های بسیار کلانی که اونا تکان میتن اقتصاد به مجموع این دولت سرمایه گذاری میکنه و سکتور خصوصی میه دور از جمع میشه و وظایف خود اجرا میکنه این یک مدل کار داره این مدل ده سال قبل ما در وزارت تجارت دوازده سال قبل تیار کرده بودم پیش هم, هم میاده موجود است اما او کس عملی نکرد بزاره که بعد از اون دستیزا شدم و صلب اعتماد شدم دگرها که آمدن ایر عملی نکردن تا اینطور یک تکان کلان در تمام عباد اقتصادی مملکت نبیاید سکتور خصوصی و آنها نمیتونن با هم کار کنند این یک مدل کلان است سریز باید کار شود و این عملی شود و من یقین دارم اگر این عملی شد افغانستان اکتکان میخور و از حالت بیرون میبره سپاس همین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل و همچنان وزیر پیشین وزارت تجارت از ای که در زیر بنا با ما بودین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ بعض اثار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 90 پول یک یورو هفتاد و شش افغانی با سی پول یک پاوند انگلیسی نوت دو افغانی یک در همه امارات هشت افغانی با هفتاد پول هزار تومن ایرانی نوزده افغانی با بیست پول هزار کلدار پاکستانی شیستد و چهل و هفت افغانی و هزار کلدار هندی هزار و سی افغانی. و این هم نرخ طلا در بازار امروز کابل یک گرم طلای کویتی 2300 افغانی یک گرم طلای سنگاپوری 2200 افغانی یک گرم طلای بحرینی 2250 افغانی یک گرم طلای عربی 2000 افغانی یک گرم طلای ایرانی 1650 افغانی و یک گرم طلای روسی و, و این هم نرخ مواد اولیه. یک کیلو شکر 42 پانی. یک بوری آرد خارجی 1308 افغانی یک بوری برنج خارجی 1960 در یک لیتر تیل پترول 38 افغانی و یک کیلو گاز 38 سپاس از همراهیتان تا ایدم تا فردا خدا نگهدار